سلام، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. داستان خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه و حمله ترکیه به کردها در منطقه با چرخشی به پایان رسید که حالا بسیاری میپرسند برنده این ماجرا که بود. با توافقی که روسیه با ترکیه کرد، نیروهای سوری و روس در منطقه حائل بین کردها و ترکیه قرار میگیرند. کردها به 30 کیلومتری مرز ترکیه عقب نشینی می کنند. به معنای ساده تر، بدون اینکه بشار اسد وارد جنگی بشود، منطقه تحت تسلط کردها و آمریکا را پس گرفته و با شریک پرقدرتش مسکو در خیابانهایی که در اختیار نیروهای کرد بوده حالا جولان می دهند. آمریکا هم که قرار بود نیروهایش را از منطقه خارج کند، هم به ترکیه قول داده تحریم‌هایی را که به خاطر حمله به کردها وضع کرده بود را برطرف کند، هم به کردها قول داده که به آنها وفادار بمانند. به قول معروف، نه خانی آمده نه خانی رفته. اما آیا این همان است که همه طرف ها میخواستند؟ کردها چه نصیبشان شد؟ روسیه، سوریه، ترکیه، آمریکا چه توافق های دو جانبه ای داشتند؟ برنده این معامله ها که بوده؟ سهم ایران چه میشود؟ در این برنامه سه میهمان داریم: مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن، حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل از بروکسل، محمد کش، پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از همین شهر. خوش آمد میگم به هر سه شما آقایون. آقای بروجردی، از شما اول سوالم رو اینطوری آغاز بکنم: آیا اصلا در چنین دعوایی میشد تصور کرد که برنده ای وجود داشته باشه؟ و اگر اینطور هست، به نظر شما اون برنده که بوده؟ عرض کنم که به نظر میاد بله، میشه صحبت از برنده هایی کرد در این توافقی که صورت گرفته. من معتقد هستم که خب یک برنده بسیار مهم دولت سوریه هست که به اصطلاح مسئله خطر خودمختاری کردها رو از سر خودش به اصطلاح کم کرده. با این مسئله زمین‌های حاصلخیز و میدان‌های نفتی که در شمال شرقی سوریه هست رو داره به دست میاره. این مسئله سبب میشه که آشتی با کشورهای عرب رو هم با خودش به ارمغان بیاره و همچنین به اصطلاح همکاری سیاسی و نظامی که امروزه میتونن با کردها بکنن، اینها نکته‌های مثبت برای سوریه است. از سوی دیگه میشه از روسیه به عنوان یک برنده نام برد، چون فکر میکنم به هر حال مشخص شد که تصمیم گیرنده نهایی در رابطه با آینده سوریه نه امریکا بلکه روسیه خواهد بود و کشوری است که هم مناسبات خوب با ترکیه داره و هم سوریه. و بالاخره فکر میکنم که آخرین برنده این مسئله هم باید گفت که دولت ترکیه هست. چرا؟ چون تونستن که کنترل نوار مرزی رو که مد نظر داشتن به دست بیارن، کردها رو عقب برونن، بابت این اعمالشون تحریم نشدن، محبوبیت آقای اردوغان در ترکیه بالا رفته و همچنین حالا امکان این مسئله رو دارن که بخوان پناهندگان سوری رو بخوان پس بفرستن به این منطقه‌ای که در دست خواهند گرفت. صحبت جالبی کردید. ما صحبت‌های آقای اردوغان رو داریم، امیدوارم همکارانم الان بتونن اون رو پخش بکنن. آقای اردوغان هم دقیقاً به همین موضوع اشاره می‌کنه. ببینیم. کاپلار açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. وقتی میگم دروازه‌ها رو باز می‌کنیم، اونا به هم می‌ریزن. وقتی ساعتی gelince bu kapılar da açılır ha. آروم باشین. زمانش که برسه دروازه ها باز خواهند شد. دواسا ülkelerin liderleri رهبران دنیا با سردسته های تروریست ها میشینن و سعی میکنن مشکلات رو با اونا حل کنن. onlarla bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bu ne menemiştir ya? این دیگه چیه؟ Böyle şey olabilir mi? چطور ممکنه؟ تروریستی چطور میشه از نبرد با ترور حرف زد وقتی شما با تروریست ها خوشبش میکنید؟ Şimdi askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu karış karış. همین حالا سربازان ما به همراه ارتش ملی سوریه در حال گشتنی وجب به وجب مناطق عملیاتی هستند. اگه یه دونه از این تروریست ها رو ببینیم، حق طبیعی ماست که نابودشون کنیم. Yazılı kayda girmiştir. Belirlenen süre sonunda
اگه این گروه تروریستی به همراه همه عواملشون در پایان زمان مقرر نابود بشن، موافقت نامی رو که با روسیه تنظیم کردیم با موفقیت اجرایی میشه. اگه اینها از مناطق مورد نظر همچنان بخوان کشور ما رو ناآروم کنن، ما به اجرای طرحمون برای یک عملیات ادامه میدیم. حیاتا geçirmeye devam edeceğiz. Gel gör ki bu teröristlere evet ev sahibi. می‌بینیم بعضی از اعضای سنا و کنگره این تروریست‌ها رو میزبانی می‌کنن. از که تا حالا شما با این تروریست ها رفیق شدین؟ نه زماندان بری سیز تروریستلرله بو کادر چطور میذارین چنین اتفاقی بیفته؟ اما زمانش که برسه و شما هم از این قضیه متضرر بشین، هزینه‌اش رو خواهید پرداخت. اوله زمان gelir ki canınız yanar o zaman ödersiniz. حتی امروز رجب طیب اردوغان بود. آقای دستپیش، میبینیم که تهدیدهای او نسبت به کردها ادامه داره. کردها به نظر میاد که اون منطقه ای رو که با در واقع تلاش‌های فراوان به دست آوردن، با رشادت‌های فراوان که همه دنیا به هر حال برای ماها شاهد اون بودند، الان باید بدن به دست نیروهای سوری و روسی و عقب نشینی بکنن. اون اشاره‌ای که آقای اردوغان کرد چقدر ممکن است اتفاق بیفته؟ چقدر کردها واقعا ممکن هست که به این توافقی که صورت گرفته نتونن پایدار بمونن، نتونن ادامه بدن؟ ببینید، هرچند که اگه واقعا آقای اردوغان غیر از این دیالوگی یا گفتمانی که به کار می برد، اون موقع نمیتونستیم بگیم که دولت ترکی وجود داره و این گفتمان طبیعتاً خیلی دیدگاه فاشیستی و رادیکال نسبت به موقعیت کردهاست. اما اون چیزی که برای کردها اتفاق افتاده متاسفانه از لحاظ سیاست واقعی اینه که کردها در این مسئله بازنده هستن، به این معنا که زمین را قبل از هر چیزی از دست دادن، زمین به معنای اون حوزه استحفاظی و به اصطلاح منطقه‌ای که جزء کردستان سوریه است، و در واقع موقعی که شما خاک را از دست میدین، جغرافیا را از دست میدین، طبیعتاً امکاناتی که در این مسئله داشتین به اصطلاح به سطح کمتری نزول پیدا خواهد کرد. به همین دلیل از لحاظ جغرافیایی کردها در این مسئله کاملاً دوچار یک نوع مشکل شدن. از لحاظ فشاری که در آینده و در حال حاضر وجود داره اینه که کردهایی که در اون مناطق ساکن هستن طبیعتاً ناچار به مهاجرت خواهند شد. همون اتفاقی که در دهه 90 برای کردها در عراق افتاد، ولی نتیجهش خیلی متفاوت بود. و بعد سوم قضیه هم اینه که خب امکاناتی که کردها به دست آورده بودن از لحاظ نظامی، این امکانات هم دوچار یک نوع بحران شده، از این لحاظ که این امکانات دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد یا امکان استفادهش خیلی کم خواهد شد. ولی در این حال یه امکان خیلی بزرگی به دست آوردن کردها که من فکر میکنم قابل اینه که روش تاکید بشه. اونم مسئله اینه که خب بالاخره کردها یه زمانی برای اینکه در جامعه جهانی شناخته بشن، موضوعشون، پرسششون و مسئلهشون مطرح بشه، به هر دری میزدن که بتونه افکار عمومی دنیا با این مسئله آشنا بشه. اما در حال حاضر واقعیت اینه که سیاست واقعی یا مثلا همون هارد پالیتیکسی که در دنیا وجود داره، درسته در مسیر منفعت کردها نیست، اما افکار عمومی دنیا، افکار عمومی که در سطح متفاوت مردم، رسانه ها، نهادهایی که در دنیا وجود داره، نشون میده که پرسش کرد در این حوزه گام خیلی بزرگی رو برداشته. صحیح. به این معنا که اون پرسشی رو که اون هدفی رو که داره دنبال میکنه میتونه در آینده دستاوردهای بسیار بزرگی برداشته. دقیقا هدف چیه آقای دستپیش؟ چون الان مثلا میبینیم که ظاهرا این توافقات با گفتگویی بین آقای ترامپ و جنرال مظلوم کوبانی صورت گرفته و میتونیم بفهمیم اون چیزی که جنرال مظلوم گرفته در این معامله چی بوده؟ ببین، متاسفانه موقعیتی که جنرال مظلوم در اون قرار گرفته همون موقعیتی است که کردها در کردستان سوری با اون مواجه بودن. در یک معادله قرار گرفته بودن که هر دو سر این معادله با مشکل مواجه بود، به این معنا که کردها در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داده بود از لحاظ تصمیم گیری، به این معنا که کدوم مسیر را انتخاب کنند. چرا که اون چیزی که کردها حقیقتش به دنبالش هستند در سوریه یا جاهای دیگه اینه که بتونن هویتشون امنیت پیدا کنه. و اون مسئله‌ای که در حال حاضر بسیار در رژاوا مطرحه این که امنیت این هویت به خطر افتاده. به همین دلیلی که تلاش‌هایی که میشه در این جهت مهم اینه که
امید کردها در این مسئله حداقل تا به الان از بین نرفته، به این دلیل که جامعه کردستان این اولین بارش نیست که با مسئله آوارگی و با مسئله به اصطلاح شکست نظامی مواجه میشه. آقای کوچ، واکنش عمومی، به خصوص واکنش عمومی گروه هایی که نگران وضعیت کردها هستند، خود کردها در ترکیه به این ماجرا چی بوده؟ میدونیم که حزب جمهوری خلق که به هر حال حزب اصلی کردها در مجلس ترکیه هم بوده، به نوعی با آقای اردوغان همراه عمل کرد در این عملیات. بله، سلام خدمت شما بینندگان محترم. برخلاف عملیات های قبلی برای آزادسازی جرابلوس و الباب از گروه های نیروهای داعش و افرین از نیروهای پی‌وای‌دی که اونجا جبهه یعنی همون حزب جمهوری های خلق در واقع مخالفت هایی داشت در قبال دولت آقای اردوغان، ولی الان نه تنها حزب جمهوری های خلق بلکه سایر احزاب دیگه هم در مجلس به جز حزب HDP که ادعای نمایندگی کردها را داره، همه احزاب و حتی خود مردم ترکیه بر سر این مسئله، بر سر این عملیات یک اتفاق نظر دارند و یک همبستگی ملی شکل گرفته در واقع. بنابراین روی این مسئله، این همبستگی ملی که شکل گرفته به این معناست که اون ساختاری که در شمال سوریه به وجود اومده با حمایت آمریکا و به دست PYD تهدید واقعی علیه امنیت ملی در بلند مدت و یا میان مدت تلقی شده است. یعنی این افکار عمومی ترکی نشون میده که این امر چنین تلقی شده. آقای کوچ، چقدر این واقعا حمایت واقعی از آقای اردوغان، چقدرش به خاطر وضعیت که به هر حال ما میدونیم بعد از کودتای ژوئیه یک جو خفقانی به هر حال در ترکیه بوده ظرف دو سه سال اخیر، خیلی از صحبت ها اجازه نمود پیدا نمیکنه، چقدر این واقعا برمیگرده به این جوی که وجود داشته؟ ببینید، بعد از کودتا شرایط فوق‌العاده که اعلام شده بود، علی‌رغم اون شرایط فوق‌العاده در واقع احزاب دیگر مثل جبهه و یا حزب سعادت، ای پارتی، همه اینها بدون شک اعتراضهاشون، انتقادهاشون رو از دولت های اردوغان اصلا نکاستند، یعنی کم نکردند، بلکه به شدت این انتقادها صورت میپذیرفت. خدمت شما عرض کردم در دو عملیات قبلی هم اتفاقا این انتقادها وارد بود و الان فضا نسبت به دو سال قبل خیلی بهتر است. فرق این یکی چه بود؟ بله، ببینید، الان دیگه شورای تدوین قانون اساسی شکل گرفته و تقریبا اون حالت نهایی در میدان به وجود اومده و تثبیت شده بود. بنابراین اگه ترکیه الان این اقدام رو انجام نمیداد، اون ساختاری که در میدان به وجود اومده بود بازتابی در قانون اساسی پیدا میکرد و ترکیه در اینجا هم افکار عمومی داخلی رو متقاعد کرد و در واقع احزاب حاضر در مجلس رو هم متقاعد ساخت و این مسئله دیگه خیلی جدی شده بود و این تهدید خیلی نزدیک شده بود، چون اگه این ساختار به قانون اساسی سوریه در قانون اساسی سوریه تثبیت میشد، مطمئناً یک وضعیتی مشابه شمال عراق اینجا هم شکل میگرفت و شما میدونید که سپتامبر 2017 رفراندوم استقلال در عراق برگزار شد. بنابراین این خود به خود تاثیرگذار بر هم ایران هم ترکیه هست و اینجاست که ترکیه در واقع روند رو خیلی واضح و روشن برای مردم ترکیه تشریح کرد و توانست افکار عمومی را متقاعد بسازه. بنابراین با این اقدام تونست صحنه را عوض کنه. آقای دستبی، شما موافقین با این ارزیابی؟ به هیچ وجه. ببینید، مسئله ای که وجود داره، اولا کردهایی که در روژاوا هستن، کردهای سوریه، به هیچ وجه من الوجود تهدیدی برای ترکیه نبودن، نه در عرصه نظامی ما در طول این چند سال مسئله ای را از اونها مشاهده کردیم، نه در عرصه سیاسی گفتمان اونها اساسا گفتمان رادیکالی بود، حتی به نسبت مخالفان با یا منتقدان آقای اردوغان در اون کشور، نه از لحاظ فرهنگی و حتی از لحاظ اقتصادی
اون نفتی که حتی در اون منطقه وجود داشت به نوعی به ترکا فروخته میشد. در مجموع همچنان که از حرفای دوستمون کاملا واضحه، آقای اردوغان دنبال یک قربانی میگشت برای اینکه بتونه ناسیونالیسم ترک را بتونه بسیج کنه، به این دلیل که در داخل این کشور بتونه اون وضعیتی را که قرار وجود بیاره، این وضعیت را با قربانی کردن کردها به اصطلاح در حال حاضر به وجود آورده. به همین دلیل میخوام اون مسئله‌ای که در کردستان عراق هم اتفاق افتاد، بنده به واسطه اینکه سالهاست در اونجا زندگی میکنم، اگه کردها احساس تهدیدی از بغداد نمیکردن یا در حال حاضر نکنن، به هیچ وجه سراغ رفراندوم نمیرفتن، چرا که وضعیتی که در بغداد وجود داره باعث نوع رئاکسیون یا واکنش کردها شد که مسئله رفراندوم را دنبال خودش آورد. به همین دلیل در مجموع میخوام بگم که دیدگاهی که در مورد آقای اردوغان در مورد منافع ملی ترکیه مطرح میشه، میتونم با این سوال به اصطلاح مسئله رو واضح کنم. آیا منافع ترکیه موقعی تأمین میشد که رابط حسنه‌ای با کردستان عراق یا اقلیم کردستان داشت، یا نه با اون رابطی تأمین میشد که قبل از این رابط وجود داشت؟ به هر حال اشاره که هر دوی آقایون کردید به این موضوع برای ما در این بحث اهمیت ویژه پیدا میکنه. مسئله ای که سیاست داخلی ترکیه است و تأثیرش روی اونچه که در هفته‌های اخیر ما دیدیم در لشکرکشی به شمال سوریه، و اینکه آقای اردوغان شاید فقط به دنبال تعیین تکلیف این تکه از زمین نبود، به دنبال چیزهایی فراتر از اون در سیاست داخلی ترکیه بود. میشه همین رو آقای بروجردی در سیاست آمریکا هم ردیابی کرد؟ اشاره که آقای اردوغان در صحبتاش کرد به اینکه اعضای کنگره آمریکا از کردها حمایت میکنن، چرا از کردها حمایت میکنن، و تأثیری که این گذاشت ظرف هفته های اخیر روی سیاست داخلی آمریکا، چقدر فکر میکنید که این حرف ها باعث تصمیم گیری های آقای ترامپ شد، تغییری که ما دیدیم 180 درجه ظرف روزهای اخیر؟ عرض کنم که حداقل اخباری که در امریکا پخش شده داله بر این هست که واقعا آقای ترامپ در تصمیمی که گرفت برای خروج نیروهای امریکایی حتی با نزدیکترین مشاورین خودش هم صحبتی نکرده بود، کما اینکه نماینده ویژه ایشون برای امور سوریه در کنگره دو روز پیش این رو اعلام کرد که خبری نداشت، در جریان کار قرار نگرفته بود. من فکر میکنم اتفاقی که افتاده، ولی درسته، آقای ترامپ به هر حال ابا داره از اینکه در جنگ ها، درگیری هایی که در خاورمیانه به خصوص هست، مشغول اونها بشه، و چون قول انتخاباتی به مردم داده که نیروهای امریکایی رو سعی بکنه از اونجا بیرون بکشه، از هر فرصتی استفاده میکنه برای این مسئله. خب حالا دعوایی که در امریکا صورت گرفته این هست که این برای سیاست و به اصطلاح منافع دراز مدت امریکا چه تأثیرات سویی داره. ببینین، کردها 11,000 کشته دادن در مبارزه‌ای که با داعش کردن و حساب باز کرده بودن روی اینکه امریکا از اونها حمایت خواهد کرد، ولی دیدیم به راحتی در یک 24 ساعت آقای ترامپ میتونه تصمیم بگیره که این حمایت رو برداره. امروزه نه تنها برای کردها، بلکه فکر می‌کنم برای دیگر متحدین امریکا هم در سطح منطقه، مثلا کشورهای عرب خلیج فارس، واقعا این مسئله مطرح شده که آیا اینها میتونن حساب باز بکنن، یا اینکه باز هم امریکا اونها رو در لحظه‌ای که نیاز دارن رهاش خواهد کرد. بذارید ما بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ رو بشنویم در همین زمینه. من می‌خوام شما برای ما رمزگشایی بکنید آقای بروجردی از صحبت‌های او، چون مثل همیشه واقعاً خیلی سخت هست که بشه فهمید که آقای ترامپ دقیقاً چی می‌خواد بگه با این صحبت‌ها. صحبت آقای ترامپ رو بشنوید. Early this morning, the government of Turkey informed my administration that they would be stopping combat. دولت ترکیه به ما خبر داد که به نبرد و عملیاتشون در سوریه خاتمه میدن و آتش بس رو دائمی خواهند کرد، که البته دائمی هم خواهد بود، هرچند کلمه دائمی در اون قسمت از دنیا یه جورایی جای بحث داره، هممون میدونیم، اما معتقدم دائمی خواهد بود. بنابراین به وزیر خزانه داری گفتم همه تحریم‌ها که 14 اکتبر وضع شده بود رو برداره. اگر ترکیه به تعهداتش پایبند نباشه، از جمله حفظ اقلیت‌های قومی و مذهبی که البته من معتقدم متحد خواهند بود، در اون صورت این حق برای ما محفوظه که تحریم های فلج کننده رو دوباره برگردونیم.
از این صحبت ها واقعا ما نمیفهمیم که او به ترکیه بالاخره اعتماد داره یا نداره. شما چطور چه فکر میکنین آقای بروجردی؟ بله واقعا ببینیم، یادمون باشه که آقای ترامپ یک چند روز قبل از این مسئله به اصطلاح تهدید کرد آقای اردوغان رو، یک نامه با لحن بسیار بد فرستاد و علنا گفت که ما اقتصاد ترکیه رو به زانو در خواهیم آورد اگر این کارها رو نکنه. و بعد امروزه میبینیم که درست تا این توافق صورت میگیره و هنوز واقعا جزئیاتش هم مشخص نشده که با چه اطمینان خاطری ایشون اینقدر مطمئن هستن که این قرارداد پا بر جا خواهد بود، بلافاصله اعلام میکنه که ما تمام تحریم ها رو برداشتیم و تا چند روز آینده هم میخواد میزبان آقای اردوغان در کاخ سفید باشه. اینها واقعا فکر میکنم که سیاست های عجیب و غریبیه که ما از دولت آقای ترامپ در صحنه بین المللی داریم میبینیم. نقش آقای پوتین و اون چه که پشت پرده بین او و آقای اردوغان اتفاق افتاده، بین در واقع او و بشار اسد اتفاق افتاده، آقای کوچ فکر میکنید که چقدر میشد حد زد که نتیجه این دعوا از روزی که آمریکا گفت که نیروهاش رو میخواد از شمال سوریه خارج بکنه و آقای اردوغان گفت که میخواد به اونجا نشکرکشی بکنه، میشد حد زد که نتیجه این باشه، اینکه روسیه بیاد و تانکاش در خیابونهای شهرهایی که کردها با سختی اونها رو به دست آوردن بخوان رژه برن؟ ببینین، فکر میکنم یه تفاوت فاحش بین روسیه و امریکا وجود داره. آقای پوتین از زمانی که در سال 2015 که وارد این درگیری جنگ داخلی در سوریه شدن، واقعا این رو نشون دادن که عزمشون رو جذب کردن که اوضاع سوریه رو آنچنان که مورد منافع مسکو هست بخوان رقم بزنن. بنابراین شریک نیمه راه نبود که بخواد ول بکنه آقای اسد رو بره. و بنابراین ببینین، در سیاست همیشه وقتی یک خلأ ایجاد میشه، همواره نیروهای دیگه‌ای هستن که سعی میکنن اون خلأ رو پر بکنن و با بیرون رفتن نیروهای امریکا ما دیدیم که به چهار روز هم نکشید مسئله حمله ترکیه و بعدش هم توافق با آقای پوتین صورت میگیره. آقای کوچ، من خواستم نظر شما رو هم بدونم در این باره. بله ببینید، هدف اصلی ترکیه دور کردن نیروهای PYD به اصطلاح گروه تروریستی از مرزهای خودش بود. یعنی هدف اصلی ترکیه محقق شده و آقای اردوغان هم بارها در اظهار نظرهاش گفته که اگه اسد و یا رژیم توانسته بود بر این مناطق کنترل داشته باشه، ترکیه نیازی به این عملیات حتی نداشت. الان در واقع آن چیزی که صورت گرفته به طور غیر مستقیم یک دیپلماسی بین ترکیه و رژیم به وجود اومده، شکل گرفته از طریق روسیه البته. بله. و ترکیه توانسته این نیروها را تا عمق 30 کیلومتری طبق این توافق چه با آمریکا چه با روسیه. یعنی آقای کوچ، اینقدر توافق با کردها برای آقای اردوغان سخت بود که با کسی که سالها به هر حال به طور رسمی سیاست دولت ترکیه حمایت از مخالفان دولت بشار اسد بود، حاضر هست آقای اردوغان با بشار اسد کنار بیاد اما با کردها کنار نیاد؟ ببینید، شما مدام اصطلاح کردها را به کار میبرید، این برای ترکیه چندان معتبر نیست. چرا؟ آقای دستپیش هم چند لحظه پیش گفتن که اینگار از PYD طوری تعریف میکنن که یک گروه کاملا ایدئال مطلوب و یک چهره بسیار مطلوب ترسیم کردن. در واقع اینطوری نیست. همین PYD هزاران پشمرگه نزدیک به خط سیاسی بارزانی را از همون شمال سوریه بیرون کردند و سایر گروه های و احزاب کردی را در اون منطقه ممنوع الفعالیت کردند و خدمت شما عرض کنم هزاران نفر، ده ها هزار نفر کردها، از کردها همون منطقه به ترکیه مجبور شدن پناه بیارن. بنابراین اینطور که آقای دستپیش تعریف میکنه و یا رسانه های بین المللی دارن تعریف میکنن، من چندان قبول ندارم. نه، من هیچ کدوم در ترکیه اینو قبول نداره. یعنی ما با یک گروه، یک شاخه ای از PKK روبرو هستیم و PKK هم قریب به 40 سال مبارزه مسلحانه علیه ترکیه داشته
بنابراین ما نمیتوانیم اینو به این سادگی در نظر بگیریم. ما با یک گروه، یک شاخه پککه روبرو هستیم. اجازه بدید آقای دستکش پاسخ بدن. آقای ترکیه، ببینید تهدید، ما دو تا تهدید داریم از ناحیه سوریه، یکی داعش، یکی پی وای دی، یعنی شاخه پککه. اسد و رژیم اسد برای ما تهدید تعریف نشده برای ترکیه. بنابراین ترکیه میتونه با رژیم بسازه، ولی با این گروه های تروریستی نمیتونه کنار بیاد. آقای دستپیش، به قولی میگن این کلمه‌ای که آقای مهمان عزیزتون به کار میبره مدام هم تکرار و تأکید داره روش. ببینید مسئله خیلی واضحه. اگه پی وای دی در یا یپگه در داخل رژاوا مشکل با مردم کرد داره، این مسئله مربوط به اونهاست. دنبال یک به اصطلاح کت خدا نمیگردن که بیان مسئلهشون براشون حل کنن. اگه قرار بود برای اینا مشکلی پیش بیاد، پیشمرگا خب میتونستن با یپگی وارد جنگ بشن. اما این مسئله اتفاق نیفتاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون مسئله‌ای که برای کردها در چه جبهه چپش و چه جبهه راستش مهمه، اینی که این امنیت هویتی وجود داشته باشه. و اون چیزی که برای ترک‌ها دردآوره اینه که کردها به هیچ وجه نتونن این امنیت رو به اصطلاح بهش برسن. چرا؟ به خاطر اینکه در ترکیه مدرن بر اساس اون مفاهیمی که بر اساس اون گفتمانی که ناسیونالیسم ترک بر اون بنیاد نهاده شده، دیگری غیر از کرد وجود نداره. و موقعی که بخوان در سیاست منطقی، در سیاست داخلی و در عرصه‌های گوناگون وارد عمل بشن یا جنایتی را انجام بدن، طبیعتاً قربانی بهتر از کردها پیدا نمی‌کنن. به همین دلیل مسائلی که در داخل، اگه قرار باشه که آقای اردوغان خیلی نگران سوریه باشه، خب این مسئله داخل سوریه است و کت خدایی به اسم آقای اردوغان نباید وارد این معامله بشه یا به اصطلاح خودش وارد این مسئله کنه که بیاد مسئله، یا کردها این مسئله به خودشون حل میکنن، یا یعنی که دولت سوریه وارد عمل میشه و حوزه استحفاظی یا حوزه سیاست داخلی اونهاست. در مجموع میخوام بگم که دیدگاهی که دارن تبلیغ میکنن ترکا برخلاف اون چیزی که فکر میکنن، به ضرر تو خود ترکی و ترکا تبدیل شده. به این معنا که در حال حاضر حداقل در عرصه افکار عمومی تصوری که از ترکیه وجود داره، یک تصوری است که از شیطان وجود داره. بنده در این کشوری که در حال حاضر زندگی میکنم و مقر به اصطلاح اتحادیه پارلمان اروپا هم در این کشوره، متوجه میشم و دیدم و این نوع تغییر نگاهی که خب آیا واقعا اگه ترکا آقای اردوغان رو نماینده خودشون میدونن، این نماینده میتونه یه داعش باشه، میتونه یک انسان مدرن و به اصطلاح امروزی باشه. در مجموع شرایطی که در ترکیه وجود داره متاسفانه به سمتی میره که ترکا پیش از پیش تبدیل به اون نیرویی میشن که قرنها پیش وارد این منطقه شدند. آقای کوچ، ببینید من واقعا در تعجبم. آقای اردوغان، همه میدونیم که زندگی سیاسیش رو روی مسئله حل و فصل مسئله کردها و مسئله بحران کردستان در واقع سرمایه گذاری کرد، تابوها را شکند. یعنی آقای دستپیش مسائلی را که مطرح میکنند در گذشته در ترکیه بوده، ولی آقای اردوغان بود که این تابوها را از بین برد و روند صلح را شروع کرد و این بحث رو فقط در داخل ترکیه انجام نداد. ببینید در داخل سوریه وقتی ترکیه روابط حسنه با اسد داشت، 500 هزار نفر از کردهای سوریه بدون شناسنامه بودند و آقای اردوغان بارها در نشست‌های دو جانبه با اسد اتفاقاً من آدم‌ها بیشتر انسان‌های شناسنامه‌هاشون رو بدن. بنابراین من نمی‌دونم واقعاً یک چیزی را دارن تعریف می‌کنن که یک تابلو را یعنی غرب، ما می‌دونیم که همیشه در قبال ترکیه یک برخورد دوگانه داشته. ببینید همین مسائل اگر در مرزهای یکی از کشورهای اروپا اتفاق می‌افتاد، مطمئناً اجازه نمی‌دادن. شما همین الان ببینید کاتالون چه اتفاق افتاد در اسپانیا. اونجا استقلال اعلام کردن، رفراندوم برگزار کردن، همین سرانشون پناه بردن به فرانسه، فرانسه دستگیرشون کرد، تحویل اسپانیا دادن. ببینید در داخل خود اسپانیا هم حاضر نیستن این کارو بکنن، در داخل مرزهای اروپا هم حاضر نیستن این کارو بکنن، ولی وقتی نوبت به ترکیه میرسه با یه لحنی صحبت میکنن، با یه برخورد دوگانه ای، انگار نه انگار مثلا ترکیه یا آقای اردوغان
نبوده که زندگی سیاسیشو به خطر انداخته بر سر حل و فصل مسئله کردها یا بحران کردستان. من خواهش میکنم آقای دستپیش خیلی کوتاه شما رو به این جواب بدید، چون من میخوام بحث رو ببرم روی قضیه ایران. ممنون میشم. خواهش میکنم. ببینید، اتفاقا دوره‌ای که آقای اردوغان مرد سیاست بود و معتقد به بازی سیاسی بود، معتقد به نوع رابط به اصطلاح صفر کردن مشکلات در داخل خارج کشور بود، کسی باش مشکل نداشت و واقعا جامعه کردستان در مجموع اون خیلی نگاهش مثبت بود. این نگاه مثبت حتی شامل بیرون از ترکیه میشد. موقعی که بهار عربی اتفاق افتاد، همه فکر میکردن که مدلی که در کشورها وجود خواهد اومد مدل ترکیه خواهد بود. اون دوره‌ای که به اصطلاح آقای اردوغان یه سیاستمدار بود، با این دوره‌ای که تبدیل شده به یک به اصطلاح اسب سوار آسیای مرکزی خیلی فرق داره. این دوره با این تاخت و تازی که داره انجام میده بازی سیاسی رو فراموش کرده و به اصطلاح وارد بازی خیلی تاریخی شده. بله. مدتی است که آقای بروجردی ساکت هستن. آقای بروجردی بذارید بحث رو بفهمید. آقای کوچ کوتاه بفهمید. یه جمله. ببینید، من مطمئن هستم که بعد از پیدا کردن ثبات، پیدایش ثبات در سوریه، مطمئناً ترکیه با پی‌وای‌دی هم مجدداً طرف خواهد شد. این الان یک شرایط حاد و داغ و جنگی یا درگیری در منطقه حاکم است که اینطوریه. یادتون هست آقای صالح مسلم نماینده در حقیقت پی‌وای‌دی مدام حضور پیدا می‌کرد در ترکیه و من مطمئن هستم که بعد از پایان یافتن این حالت بحرانی ترکیه مجدداً وارد مذاکره خواهد شد. نه تنها با کردها در داخل سوریه، مطمئناً در ترکیه هم ما پروسه جدیدی را در پیش خواهیم گرفت. بنابراین این یک دوره، یک گذره و موقت هست. بسیار خوب، ممنونم. آقای بروجردی، بذارید در مورد موقعیت ایران هم در کل این بازی بشنویم. با توجه به اینکه ایران بیرون ایستاد، بیرون این دعوا ایستاد، خیلی اظهار نظرهای روشنی ما نداشتیم از مقام‌های بلندپایه ایران در مورد اینکه کدام سو رو گرفتن. گاهی از ترکیه در واقع انتقاد کردن که وارد خاک سوریه شده، بعد در مورد وضعیت کردها به نوعی سکوت کردند و نگفتند که از اونها حمایت میکنن یا نه. شما فکر میکنید که ایران در این ماجرا برنده بوده، اون چیزهایی که میخواسته به دست آورده یا نه؟ عرض کنم که من فکر میکنم این تحلیلی که شما کردین کاملا درسته، برای اینکه این اتفاقاتی که در خاک سوریه افتاد هم جنبه مثبت برای ایران داشته و هم جنبه منفی. دو جنبه مثبتش چی هست؟ خب اولا که قدرت گرفتن آقای اسد و کنترل بیشتر ایشون و ارتش سوریه در این مناطق کردنشین یک نکته مهمی است که به مزاق ایران خوش میاد. نکته دوم این هست که به هر حال ایران به خاطر مسائل که در کردستان خودش داره، همونجور که دو سال پیش دیدیم در رابطه با رفراندوم کردهای عراق که روی خوش به اون نشان نداد، لزوماً از این خودمختاری هم که کردهای سوریه در عرض 3 سال گذشته ازش بهره‌مند بودن چیزی نبود که برای ایران مثبت باشه. بنابراین فکر میکنم که این دلایلی است که شاید ایران خوشنود هست از این اتفاقایی که افتاده. اما در اون به موازات این یه نکته منفی هم برای ایران وجود داره و اونم این که ایران از ترکیه رو دست خورد. یعنی با تمام سرمایه گذاری که در به اصطلاح جنگ سوریه کرد، امروزه مجبور و نظارگر این باشه که خب این ارتش ترکیه است که میاد و مناطقی از سوریه رو اشغال کرده و ایرانی ها واقعا در برابر عمل انجام شده قرار گرفتن و متحد اصلیشون یعنی روسیه هم در سوریه مهر تایید بر این حضور نیروهای ترک رو زده. ممنونم از شما مهرداد بروجردی و همینطور حسام دستپیش و مهمت کش که در این بحث ما رو همراهی کردید. لبنان روزهاست که شاهد اعتراضات گسترده خیابانی بوده. اعضای مسیحی دولت ائتلافی استعفا کردند. سرنوشت سعد حریری نخست وزیر لبنان حالا به ادامه این اعتراضات گره خورده. ساختار سیاسی پیچیده لبنان، میزان بالای قرضهای این کشور و مشکلات اقتصادی متعدد از جمله شمار بالای بیکاران جوان، معجونی ساخته که میتواند هر سیستم سیاسی را دچار مشکل کند. اما چه راه حل‌هایی برای حل بحران فعلی در لبنان در دسترس است؟ برای این بخش ما امیدوار هستیم که دو مهمان داشته باشیم، مثل اینکه وصل شدن. بله، علم صالح
استاد سیاست خاورمیانه در دانشگاه لانکاستر شهر لیدز بریتانیا با ماست و اینجا هم در استودیو یوسف عزیزی بنی‌تروف نویسنده و روزنامه‌نگار. خوش آمد میگم آقای بنی‌تروف. به نظر شما چه راهکارهای الان در اختیار آقای حریری هست با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی که با او دست به گریبان هست مشکلات امروز و دیروز نیستن، قرض‌های بسیار بالایی که لبنان داره و میزان بیکاری شدیدی که در این کشور هست؟ بله، آقای حریری تنها راهی که جلوش هست استحواز و این خواست صدها هزار تظاهر کننده از شمال تا جنوب لبنان هست. منتها آقای حریری نمیتونه استعفا بده. چرا؟ عرض میکنم وزیر چهار وزیر نیروهای لبنانی که مسیحی هستند استعفا دادند، ولی وزیران وابسته به حزب سوسیالیست پیشرو آقای ولی جنبلات نمیتونن استعفا بدن و حتی آقای اون میشل اون رئیس جمهور هم نمیتونه استعفا بده. دلیلش هم یک چیز هست، چون آقای سید حسن نصرالله نمیخواد اینها استعفا بدند و نمیگذارد اینها استعفا بدند. این را در سخنرانی خودش گفت و تهدید کرد که چون شریک سیاسی اونهاست، شریک سیاسی اونهاست، هژمونی را داره در دولت، اینها را در واقع اونها فشار بر این افرادی که گفتم فقط سیاسی نیست، فشار امنیتیه، چون حزب الله موشک داره، حزب الله تفنگ داره، حزب الله قدرت داره و اینها به هر حال هراس دارن از این غولی که به هر حال اونجا وجود داره و اینها را تهدید میکنه. وگرنه فکر میکنم حزب جنبلات یا حزب آقای حریری میتونستن خیلی زودتر از این استعفا بدن. آقای حریری در سخنرانیش گفت من صدای شما را شنیدم، من همچون شما از فرقه گرایی مذهبی بیزارم، من به آزادی اجتماعات اعتقاد دارم و مسائلی از این دست. منتها آقای حریری زیر هژمونی حزب الله لبنان هست که این بحران اقتصادی و پشتبندش بحران سیاسی ناشی از عملکرد بد این حزب در لبنان هست که البته میدونیم که مشورتاش را از تهران میگیره. بذارید ببینیم آقای صالح نظرشون چی هست در این باره، به خصوص که ما اظهار نظر آقای نصرالله رو هم داشتیم که گفته باید بدونیم که این یک مشکل عمومی هست، فقط مشکل در واقع یه بخش از دولت نیست، باید همه مسئولیتمون رو قبول بکنیم. بله، به نظر من مشکلات اقتصادی لبنان و حتی مشکلات سیاسیش یک سری مشکلات در هم تنیده و چند لایه‌ای هست که حداقل به سه دلیل بسیار سخته که بتوانیم براش راه‌های سریع عملی پیدا کرد. به عنوان مثال، اولین مشکلی که اقتصاد لبنان باش در گلاویز هست، مشکلاتی که از تصمیمات بعد از جنگ‌های داخلی 1990 به بعد، تصمیمات غلط اشتباهی که باعث شد شکاف‌های اجتماعی طبقات اجتماعی بین ثروتمندان و فقیران بیشتر و بیشتر بشه. دومین شکاف‌های هویت محوره. ما می‌دونیم که لبنان حداقل به سه قسمت بزرگ مسیحی، سنی و شیعی تقسیم میشه که هر کدوم از اینها مصالح و منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاص خودشون رو دارن و مطالباتشون مطالبات ملی نیست و ایجاد یک حس انسجام بین این گروه‌ها، مخصوصا آنکه هر کدوم از این گروه‌ها دسترسی به اصطلاح بخش‌های بزرگ و مهم اقتصادی مانند بانکداری دارن، کار بسیار دشواری است. مشکل سوم، بله، مشکلات منطقه‌ای هست که لبنان از آن رنج می‌بره.
دخالت کشورهای منطقه‌ای، رقابت‌های نیابتی در داخل لبنان، جنگ سوریه، 1.5 میلیون پناهنده سوری و از همه مهمتر مشکل مهاجرین لبنانی که بخش بزرگی از اقتصاد لبنان تشکیل. هیچ کدوم اینها جدید نیست که این مهاجران دست کم 4-5 سال هست اونجا هستند. بقیه این مشکلات هم مشکلات سالیان هست در لبنان، همیشه و از همین بوده. چه شده که الان به نقطه‌ای رسیدیم که این اعتراضات به این شکل داره انجام میشه؟ بله، این مشکلات به روی هم انباشته شده و مشکل اقتصادی، مدیریت ضعیف برای به اصطلاح جوابگو بودن به خواسته های مردم، مطمئنا با در نظر گرفتن تمام مسائل منطقی و همان گونه پس لرزه های آنچه که بهار عربی نامیده میشه در موج اعتراضات لبنان امروز کاملا مشهوده. ما این رو میبینیم. این مشکل همیشه مشکل توده های مردم در خاورمیانه این بوده که میدونستن شیر رو نمیخوان. این چیز جدیدی نیست. مشکل بزرگ و سوال بزرگی که الان لبنانی ها و بقیه جوامع خاورمیانه ای باش در میان هستن که چه چیزی رو میخوان و چه جایگزینی برای این به اصطلاح سیاستمدارانی که فاسد هستن رو میخوان ارائه بدن. به نظر شما بنی‌طرف، مشکلی که الان لبنان داره اصلا قابل حل هست؟ آیا مثلا در مورد این قرض‌های سر به فلک کشیده‌ای که لبنان داره، یکی از راه حل‌ها همین سیاست ریاضت اقتصادی و گرفتن مالیات بود که نتیجه‌اش این تظاهراتی هست که الان می‌بینیم؟ اصلا آیا لبنان راه حل دم دستی برای برخورد با این وضعیت داره؟ ببینید، مردم و تظاهر کنندگان که به هر حال حدود 1.7 میلیون نفر روز یک شنبه در خیابان‌ها و میدان‌ها بودند، تشخیص دادند که راه حل چیه. همه میگن که طی این 30 سال که حزب الله و عمل، دو حزب شیعه مورد حمایت ایران، دست بالا را در حاکمیت داشتند، این فساد اقتصادی، این اختلاس، این فرقه‌گرایی مذهبی فزونتر و فزونتر شده و این بی‌عدالتی اجتماعی. حالا این موضوع در واقع حزب الله و مسائل وابسته به حزب الله و این را حتی در جنوب لبنان که پایگاه توده حزب الله هست هم می‌بینیم این واکنش. الان حزب الله سعی می‌کنه با لباس شخصی‌ها، با چماق به دست‌ها، با مردم شیعه خودش که به خیابان ریختن مبارزه بکنه. اکنون مردم خودشون راه حل دارن برای قضیه. این را هم میگن در رسانه‌های لبنانی و عربی هم میگن که این رژیمی که متشکل از حزب الله لبنان، عمل، دستراسی های مسیحی و مستقبل، حزب مستقبل حریری هست، اینها باید از سر تا پا برن. خب بعد کسی دیگه هست جایگزین اینها بشه؟ بله، میگن که باید یک انتخابات آزاد پارلمانی ایجاد بشه. البته قبل از اون یک دولت تکنوکرات مشکل از 10-12 تا وزیر غیر وابسته به این احزابی که لبنان را به اینجا کشاندن تشکیل بشه و یک انتخابات آزاد، نه بر مبنای مذهب، آزاد باشه، یک دولت مدنی، دولت سکولار باشه، تا در واقع یک تحول و راه حلی برای مشکلات اقتصادی و سیاسی لبنان پیدا بشه. در ضمن فراموش نکنیم اکنون یک در واقع جامعه بزرگ لبنانی در خارج هست. اینها هم اکنون اعلام کردن که ما حاضریم به حساب هر چیزی که اکنون بر اثر زیانهای اعتصاب و تظاهرات به مردم رسیده، اینها را ما صندوق ایجاد بکنیم و کمک بکنیم. اینها سرمایه‌داران، تاجران، کارآفرینان بزرگی دارن در آفریقا، در آمریکا، در آمریکای لاتین، همه جا هستند. من فکر می‌کنم مشکل اقتصادی قابل حل اگر مشکل سیاسی و حاکمیتی فاسد. مسئله ما همین هست. مشکل سیاسی در لبنان و این تقسیم بندی در واقع مذهبی که خب سالیان سال هست که در لبنان هست، تقسیم بندی که نخست وزیر سنی باشه، رئیس مجلس شیعه باشه، در واقع رئیس جمهور مسیحی باشه،
آقای صالح، کشورهای دیگه همیشه در لبنان به خاطر کمک‌های اقتصادی که به لبنان می‌کنن و تأثیراتی که دارن، کمک‌های اقتصادی یا به کل دولت یا به بخش‌هایی از دولت همیشه نقش داشتن، چه عربستان، چه ایران، چه سایرین. فکر می‌کنید که آیا اونها حاضر هستند کنار بکشند به نوعی که اون خواسته ای که بخشی از مردم الان آقای بنی‌طرف بهش اشاره می‌کنند و شما هم سرتون تکون دادید در تایید دارند اجرایی بشه، اینکه در واقع یک همه پرسی و انتخابات سکولار صورت بگیره بدون در نظر گرفتن اینجور تقسیم بندی‌های موجود؟ بله، شکاف‌های منطقی منعکس شده در شکاف‌های سیاسی که در داخل لبنان و بیشتر کشورهای منطقه به اصطلاح الان دوچار به اصطلاح بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند. یا به عبارت دیگه شکاف‌های داخلی در لبنان جوری به اصطلاح نمادی هستند از شکاف‌های بین رقابت‌های منطقه‌ای، به خصوص بین ایران و عربستان. از طرفی ایران به خاطر تحریم‌های شدید آمریکا با مشکل مالی به اصطلاح شدیدی برخورد کرده و باعث شده که نتونه حمایت‌های پیشین خودش رو از حداقل بخش شیعیان و حزب الله آنگونه که بوده داشته باشه. از طرف دیگه عربستان فقط به شرط اینکه حزب الله منزوی بشه و کنار زده بشه از بازی‌های سیاسی، حاضر به سرمایه‌گذاری در لبنان شده و این باعث شده که لبنان بین این رقابت‌های منطقه‌ای قربانی بشه. اما آن چیزی که به نظر من از این مهمتر هست اینه که مشکل اینه که در حال حاضر لبنان یکی از سکولارترین کشورهای دنیاست، اگر وعده و خاورمیانه بدون شک. این پتانسیل رو داره که اقتصاد قوی داشته باشه، یکی از بالاترین ذخایر طلای منطقه رو داره و جالب اینجاست اتفاقا به خاطر اختلافهای سیاسی این هیچ وقت اجازه پیدا نکردن دسترسی پیدا کنن به این ذخایر طلا. اما مشکل اینجاست که اگرچه که صدها هزار لبنانی با گرایش‌های مذهبی و سیاسی مختلف در خیابان‌ها جمع شدن بر علیه فساد و بی‌عدالتی، اما سوال اینجاست فردای آن روز وقتی که قرار باشه انتخابات انجام بشه، آیا اینها باز همین اتحاد خود را حفظ می‌کنن یا تمایلات مذهبی و سیاسی خودشون رو انعکاس میدن در انتخابات و ما باز وارد دوره جدیدی از سیاستمدارانی که تنگ نظرانه فقط به گرایش‌های سیاسی و مذهبی خودشون فکر میکنن. آقای صالح، یه نکته مثبتی که در مورد لبنان وجود داره که در بسیاری دیگر از کشورهای منطقه نبوده، همین بحث در واقع همزیستی مسالمت‌آمیز گروه‌های مختلف در کنار همدیگه هست، نگاه‌های مختلف سیاسی در کنار همدیگه هست و در واقع مشق دموکراسی به شیوه‌ای که معمول نیست در اون منطقه به اون صورت. فکر می‌کنید که همین آقای بنی‌طرف به کمک لبنانی‌ها بتونه بیاد که از اینجا به بعد مثلا شیوه‌ای رو بتونن پیدا بکنن برای اینکه این شیوه‌ای که سالیان سال هست و این شیوه رو ما می‌دونیم که اصلا الگو شد، مثلا در عراق هم همین شیوه رو پیاده کردن، الگوی بر اساس در واقع قومیت و مذهب رو بتونن جابجا بکنن و یک نظام سکولار رو جایگزین بکنن؟ لبنان اولین دموکراسی خاورمیانه است. لبنان بهترین دانشگاه ها و قدیمی ترین دانشگاه ها را داره. قبل از اینکه دانشگاه تهران تأسیس بشه 1313 لبنان دانشگاه داشت. هویدا و جمالزاده و خیلی از شخصیت های ایرانی اونجا درس خوندن. بنابراین لبنان از نظر در واقع نیروی انسانی تحصیل کرده در سطح بالایی قرار داره. حتی هنوز بعد از این همه فرار مغزها، فرار هنوز هم دانشگاه آمریکای بیروت اونجا کار میکنه، دانشگاه‌های دیگه از بهترین دانشگاه هاست منطقه هستند و همانند اینها. از سال 1943 که استقلال پیدا کرد لبنان، بر این مبنای تقسیم بندی مذهبی مناسب سیاسی انجام شده و مشکلاتشون به اون شکلی که اکنون هست و بنبستی که اکنون هست نرسیده بود. این بنبست 30 ساله ایجاد شده بعد از اینکه آقای محتشمی حزب الله را تأسیس کرد در 1981 و حزب الله البته یک دستاوردهای نظامی، دستاوردهای سیاسی هم به کمک ایران به دست آورد، ولی این دستاوردها تبدیل به دستاوردهای اجتماعی اقتصادی نشد. ایران
و در واقع رهبران حزب الله اینها را فقط در واقع به نفع خودشون، به نفع رهبران حزب الله، فرماندهان نظامی حزب الله اینها استفاده کردند. در ضمن این تحریم های آمریکا حدود 2-3 سال که ایجاد شده و دخالت پرهزینه حزب الله در سوریه باعث شد که این توده های شیعی در واقع رویگردان بشن، هم از حزب الله و هم از ایران. این الان برای تو رفقا چقدر نقش ایران اینقدری که شما میفرمایید بزرگ هست در مقایسه با مثلا نقش بقیه بازیگران، مثلا عربستان؟ با توجه به اینکه به هر حال حزب الله اونجا یک نیروی دولت در دولت هست، ایران موشک حدود 4000 تا موشک بهش داده، کلی اسلحه، کلی بمب، کلی به هر حال یک نیروی نظامی خطرناکه، ولی این نیروی نظامی الان نمیتونه با میلیون ها شخص تظاهر کننده معترض برخورد بکنه. اینها آره ممکنه در رویارویی با اسرائیل یا جای دیگه کاربرد داشته باشه، ولی اکنون نمیتونه این کاربرد را داشته باشه. در نتیجه تا زمانی که در واقع این توده های مردم حتی شیعه که حدود 50-60% از جمعیت لبنان هستند و الان رویگردان شدند از حزب الله، دفاتر حزب الله و جنبش احمر را آتش میزنند در سور، در نبتیه، در جای دیگه شعارهای علیه حسن نصرالله میدن، میگن همه مردم لبنان میگن که یعنی کلون یعنی وقتی میگیم کلون یعنی همه شما فاسدید، از نصرالله گرفته تا حریری تا اون اینها. بنابراین این مردم خواستار یک دگرگونی هستند. این قیامی که الان هم شاهدش هستیم این پتانسیل تغییر و جواب به اون سوالی که شما دارید داره. یعنی این ملت میتونه راه حل ارائه بده. آقای صالح وقت کمی داریم، حدود 1-2 دقیقه، اگه ممکنه شما به ما بگید که چقدر ممکن هست که وضع از این بدتر بشه؟ ظرف روزهای اخیر ما تظاهرات گسترده ای رو دیدیم در شهرهای مختلف لبنان، چقدر ممکنه وضع از این پیچیده تر بشه؟ بله، همونجوری که اشاره کردم مشکلات ساختاری یا به اصطلاح شکل اجتماعی جامعوی و جمعیتی لبنان جوری است که اختلافات مذهبی و سیاسی از اوایل قرن 20 از زمان عثمانی ها در این منطقه بوده و حتی سالها در دهه 70 جنگ های داخلی در لبنان بوده قبل از اینکه حتی حزب الله اصلا تشکیل بشه. این مسئله ای که ما بخوایم ساختارها رو تغییر بدیم راه حل های سریعی نداره و این مخصوصا موقعی بسیار پر اهمیته که در لبنان ما نیروهای غیر حکومتی بسیار قدرتمندی رو داریم از نظر نظامی امنیتی و این نیروها بسیار هویت محور هستند. حکومت ضعیفی داریم و مردمان قوی. منظورم از مردمان قوی مردمانی که امکان بسیج شدنشون برای درگیری ها و منازعات هویت محور بسیار بالاست. جالب اینجاست که این هویت ها فرامرزی هستند و همیشه میتونن با مسائل منطقه همیشه درگیر بشن و تحت تاثیر قرار بگیرن. متشکرم علم صالح و آقای بنی تروف، ممنونم که در این بحث شرکت کردید. من ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما و سایت یوتیوب ببینید و همینطور برنامه رو به صورت پادکست بشنوید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش. We'll be right back.